شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم به ادامه درسای ریاضی صنف 11 هم به خدمت شما هستیم. ما امروز فصل اول و درس هفتم میخوانیم که مربوط صفحات 19 و 20 کتاب ما میباشه و دوستاد عنوان درس ما است معادله پارابولا. البته معادله پارابولا که رأس آن در مبدا کمیات و وضعیت قرار داشته باشه. خب دوستان، ما چگونه معادله همچو پارابولا را تشکیل میدیم که رأس آن در مبدا کمیات و وضعیت باشه؟ دوستان، در درس قبلی ما تعریف کردیم که پارابولا عبارت از شکل است، عبارت از نقاط است که فاصله آنها از نقطه به نام نقطه محراق مساوی می باشه با فاصله همین نقطه با خطی که ما آن خط حادی یا خط موجه می نامیم. خب دوستان، این تعریف بود از پارابولا که در درس گذشته ارائه کردیم. حال دوستان، به خاطر از اینکه ما معادله پارابولا را ثابت کنیم و یا ثبوت کنیم، ما چیزی که در تعریف گفتیم را می نویسیم، یعنی MF فاصله نقطه M تا به محراق باید مساوی باشه با فاصله نقطه M تا به نقطه K که نقطه K در روی خط موجه D قرار دارد. خب دوستا، از فرمول فاصله بین دو نقطه می فهمیم که فاصله بین دو نقطه را فرمولش طوری بود که جذر مرکبه X نقطه اول، فرض مثال ای ما اگر نقطه اولم بنامم و F نقطه دومم بنامم، پس X منفی P جمع مرکب دوم نقطه اولم منفی مرکب دوم نقطه دومم، ای باید مساوی باشه با بازم جذر مرکب نقطه اولم، مرکب اولش دوستا X است، منفی از این نقطه مرکبی اولش منفی پی است. در فرمول اینجا منفی از فرمول داریم، این هم منفی پی، منفی پی ضرب منفی پی دوستا میشه مثبت پی. و در این قسمت اگر دوستا ببینین وای، و در این قسمت هم وای چون به عین ارتفاع هستن، پس وای منفی وای. خب دوستای گرامی، اکس منفی پی کل مربع مثبت y مربع مساویس با y منفی y دوستا صفر میشه و مربع که شوه بازم صفر، x جمع p کل مربع. دوستا در این قسمت اگر اطراف مربع بکنیم هر دو طرف مساوات ما را مربع میگیریم، مربع با جذر رفع میشه، پس داریم x منفی p کل مربع مثبت y مربع مساویس به مربع با جذر رفع میشه x مثبت p کل مربع. خب دوستا، در مرحله بعدی همین مربعات ما، قوسای ما که مربع دارن باینومیال های ما را انکشاف میدیم و دو طرف مساوات را میبینیم، فاکتورهایی که از هم کم شده میتوانست اونا را کم میکنیم. مثلا می نویسیم که x مربع، از شما می فهمین که a منفی b کل مربع در مطابقت ها خواندین مساویس a مربع منفی 2 a b مثبت b مربع، پس از همون مطابقت ها استفاده میکنیم، a مربع منفی 2 x p مثبت p مربع مثبت y مربع مساویس با یک قسمت داریم x مربع مثبت 2 پی اکس، چون این قسمت مثبت است مثبت گرفتیم، در این قسمت منفی بود منفی گرفته بودیم، مثبت پی مربع. خب دوستا، فاکتورهایی که مشترک است آنها را کنسل میکنیم. شما ببینید دوستا، مثبت پی مربع این قسمت داریم، مثبت پی مربع این قسمت داریم، از در دو طرف مساوات اگر مقدار مساوی را کم کنیم کدام فرق در مساوات ما نمیآید. خب حال چیزی که ما دوستا به این ترتیب است، منفی 2 اکس پی مثبت وای مربع مساویس به 2 پی اکس، یا اکس پی ایت فرق نمی کنه، جایشان فرق تبدیل شده با هم دالت ضرب است، نشته می تانیم وای مربع مساویس 2 پی اکس. به این طرف مساوات اگر انتقال بتیم دوستا، منفی 2 پی اکس میشه مثبت 2 پی اکس.
چی پی اکس بگوییم و یا چی اکس پی بگوییم، ایت کدام فرق نمیکنه. خب دوستای گرامی، چون دو پی اکس با دو پی اکس هم علامه است، مشابه هستن و هم علامه هستن، میتوانیم که جمعشان کنیم، میشه 4 پی اکس. یه عبارت از معادله پارابول ماست که روی محور اکس محراقش قرار داشته باشه، محراقش روی محور اکس قرار داره، یا بگیم محور تناظرش روی محور اکس قرار داشته باشه و مبدایش در کمیات وضعیه باشه. دوستا پس این معادله چنین پارابول است. و دوستا این قسمت پی اگر منفی شوه، فرض مثال اگر ما چنین داشته باشیم، اگر ما به این ترتیب داشته باشیم، وای ما را به مساوی منفی 4 پی اکس، یعنی پی ما اگر منفی باشه، پارابول فقط شکلش قدر فرق میکنه که دهن پارابول به طرف چپ باز میباشه، در اون صورت پارابول ما این شکل به خود میگیره. دوستای گرامی به این ترتیب میشه و خط مواجهت به این قسمت قرار میگیره. یعنی اگر پارابول ما قیمت پی ما مثبت بود، دهن پارابول ما به طرف راست می باشه، خط مواجهه ما به این طرف قرار داشته می باشه. و اگر عدد پی منفی برآمد، یعنی ما داشته باشیم منفی 4 پی اکس، در این صورت دهن پارابول ما به طرف چپ باز می شود. خب دوستا، به خاطر تفهیم بیشتر موضوع یک مثال کار میکنیم. خب دوستا، حال به خاطر تفهیم بیشتر موضوع مثال را در نظر میریم. مثال اولی که پیرامون از این موضوع است، طوری است که بر ما یک نقطه داده شده به نام نقطه محراق و یک خط داده شده به نام خط مواجهه. میگن اگر یک پارابول طوری باشه که از مرکز مبدا کمیات وضعیه گذشته باشه، دارای از این محراق و این خط مواجهه باشه، از ما خواسته شده که ما باید از معادله از اون پارابول تشکیل بدیم. دوستا شکل عمومی معادله پارابولا داریم، وقتی که محور تناظرش محور اکس باشه چنین است معادلش. خب فلحاظ ما میتونیم که چنین بنویسیم که وای مربع مساوی 4، فقط قیمت اکس پی را کار داریم دوستا، قیمت پی را میدانیم دوستا که برابر با پی. ما گفته بودیم محراق قبلا طور گفتیم که محراق ما مساوی است، در صورتی که محور اکس ما محور تناظر پارابول باشه، محراق گفته بودیم که کمیات وضعیه محراق از پی و صفر، یعنی ما از مبدای کمیات وضعیه برابر پی به طرف راست آمدیم که نقطه محراق به ما داده، و برابر پی به طرف چپ از مبدا رفتیم که خط مواجهه بر ما داده شده. خط مواجهه را میبینین، اکس مساوی است به منفی پی، یعنی این دو فاصله با هم مساوی است و فاصله چقدر است از مرکز تا به نقطه محراق؟ 2 واحد که در این قسمت به ما داده شده. پس ما از این جهت نتیجه میگیریم که پی مساوی است به 2. حال اگر قیمت 2 را در این قسمت وضع کنم، وای مربع مساوی میشه 2 4 8. معادله پارابول است، وای مربع مساوی به 8 اکس عبارت از معادله پارابول است که این نقطه 2 0 محراق آن باشه و خط مواجهش اکس مساوی با منفی 2 باشه، مرکز پارابول در مبدا قرار داشته باشه. پس معادله از اون پارابول چنین است. خب دوستا، درس امروز ما اینجا به پایان میرسه. منیس کارخانگی تمرین کتاب که مربوط همی درس میشه را کار کنین، موضوعات بیشتر و بیشتر میاموزین. تا به درس بعدی شما را به الله پاک به نیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.